سلام مجدد بچه ها، میرسیم به جاوا اسکریپت چپتر 4. بریم شروع کنیم. یکی از مهمترین مفاهیم رو میخوام بهتون بگم، نه یکی دوتا از مهمترین مفاهیم رو میخوام بهتون بگم. حواستون رو به من بدید، انتظار نشته باشید با بار اول مسلط بشین روی این مفاهیم. کلی کار داریم تو طول دوره با این دوتا مفهومی که میخوام بهتون بگم. اولیش XML HTTP Request. بچه ها چیه XML HTTP Request؟ curl sends HTTP request in shell. بچه شما با curl میتونید چیکار کنید؟ توی مثلا حالا اون بشی که دارید ZSH یا تو شلتون درخواست HTTP بفرستید، درسته؟ پس توی اون محیط با curl این کار میکنید. حالا با XML HTTP request تو بروزرتون میتونید درخواست HTTP بفرستید. فکر میکنم ساده ترین تعریفش میتونست این باشه، یعنی سعی کردم یه چیزی باشه، یه تعریفی ارائه بدم که براتون ملموس باشه. خب پس اگه بخوایم تو شل درخواست بفرستیم با کرل انجام میدیم، اگه بخوایم توی بروزر این کار کنیم با XML HTTP request. XML HTTP request is a class. بچه کلاس چی بود؟ بهتون گفتم یه بلوپرینت بود برای آبجکت، درسته؟ ما یه کلاس داریم، وقتی این کلاس رو از روش اینستنس میسازیم تبدیل میشه به آبجکت، که اون آبجکت یک سری پراپرتی داره، یه سری داده توشه، یه سری متد هم داره، درسته؟ که متد همون فانکشن بود بچه ها. پس یه سری توابع هست که من میتونم اجراش کنم، یه سری چی هم داره؟ یه سری دیتا هم داره که میتونم بهش دسترسی پیدا کنم، اوکیه؟ خب حالا اینجا من اومدم ور XHR رو مساوی نیو XML HTTP request قرار دادم، یعنی اومدم یه اینستنس از این کلاس ساختم. یاشار برای چی داری این کارا رو میکنی؟ برای اینکه بتونم درخواست بفرستم. راهش اینه، اوکیه؟ نگران این هم نباشید که خب من کجا راهش رو بدونم. الان راهش رو من دارم بهتون میگم دیگه. و این کلاس خیلی وقت هستش و خواهد موند، یعنی یه بار یادش بگیرید دیگه، اوکیه؟ خب پس اومدم اینجا یه آبجکت ساختم روش، و توی این آبجکت یه متد وجود داره به نام متد اوپن. ورودیاش چی هم؟ ورودیاش متد میگیره، متد تو متدی شد، ولی این متد کجا و اون متد کجا؟ اون متد اول یعنی تابع بود، این متد دوم بچه چیه؟ HTTP وربه. get post head اینجا میگه آقا من میخوام برای درخواست بزنم، میخوام درخواست HTTP بزنم. میشه به من بگی با چه متدی بزنم؟ با چه وربی بزنم؟ مثلا گت بزنم، پست بزنم، چی بزنم؟ و ورودی دومش چیه بچه‌ها؟ URL. اوکیه؟ پس دوباره نوشتم براتون، میام یه اینستنس میسازم از اون کلاس. پس من یه آبجکت دارم، یعنی متغیر XHR الان یه آبجکته که یه متد داره به نام open. بچه‌ها دیگه اینو حفظش کنید دیگه، با open همیشه درخواست میزنیم. و اینم بگم بچه‌ها، این پیور جاوا اسکریپت ها، فعلا سراغ مثلا جیکوئری نرین، سراغ فچ هم نمیریم. خب با همین کار میکنیم، اونا رو به عنوان یه آلترناتیو یا یه راه دومی در نظر میگیریم، ولی رو این تمرکز میکنیم تو دوره. خب متد اوپن ورودی اولش میگه ور به HTTP تو بگو که اینجا گفتیم get، و ورودی دومش میگه که URL تو بگو که من اینجا دارم درخواست میزنم به این URL. اوکیه؟ تا اینجا. و یه متد دیگه داره این آبجکت به نام send، اینو بزنی درخواست ارسال میشه، تموم شد. از اولا میتونستم این کد رو براتون بزنم، بگم با این کد درخواست میتونید بزنید، ولی دوست دارم تعریفش هم بهتون بگم، یعنی هم علمی شو داشته باشیم هم کاربردی شو، در دوتاشو در کنار هم داشته باشیم. خب خوشحال شدید که تموم شد دیگه؟ نه، بیا این جلوتر، تازه میخواد شروع بشه. میریم سراغ فول کد. بریم سراغ کد کامل، و اینجا یه ذره بازی عوض میشه، یه سری چیزا باید اضافه کنیم با هم دیگه. خوشحال شدید اولش؟ خب قسمت اولی که بهتون توضیح دادم بچه ها که یه دونه آبجکت ساختیم، URL مشخص کردیم، دیگه میدونیم URL چیه، بهتون درسش دادم، URL مشخص کردیم و درخواست ارسال کردیم. این واقعا درخواست ارسال میکنه، ولی ما ادامهش کار داریم. اصلا سوال اینجاست چرا ما داریم درخواست ارسال میکنیم؟ خب یه موقع به جوابش نیاز نداریم، اون که هیچی،
اصلا قسمت خاکستری میریزیم سطل آشغال. یا شما میشه به جاش نیاز نشته باشیم؟ میگم بله میشه. ایشالله تو دورو بهتون میگم تو چه اتکی. شاید در سرویستون الان بدونید. یه موقع به جوابش نیاز داریم. اگه به جوابش نیاز داشتیم میریم تو قسمت پایین. میریم به اینجا میرسیم. XHR Object XHR بچه ها یه دونه ایونت هندلر داره به نام Unready State Change که این ایونت هندلر بچه ها الان بهتون میگم چیه، ولی اول سینتکسش رو با هم بیایم بررسی کنیم. ایونت هندلر رو مساوی فانکشن گرفتم. یعنی چی؟ اولا که این فانکشن رو بلدین یا نه؟ اسم این فانکشن چیه؟ توی درس قبلی بهتون گفتم فانکشن اکسپرشن. بچه ها زیاد اینو میبینیدش توی جاوا اسکریپت. اوکیه؟ خب حالا بریم جلوتر ببینیم این unready state changes چیه؟ یه ایونت هندلر و بحثی روش نرم. خب چیه داستانش؟ یه پراپرتی داره به نام ready state. هر موقع که ریکوست ما پروگرس میکنه یا پیشرفت میکنه یا یه مقبارده یه مرحله جدیدی میشه این عوض میشه. گفتیم بچه ایونت هندلر ها چیان؟ خب یک منتظرن که کاربر یه کاری کنه یا یه اتفاقی بیفته. نمونه شو براتون مثلا گفتم دیگه، مثلا آن کلیک، کاربر رو موس کلیک کنه. حالا همیشه به کاربر بستگی نداره. مثلا ما وقتی درخواست اچ تی پی میفرستیم، خب چند مرحله داره دیگه. یک، درخواست بره. وب سرور درخواست رو بگیره، جواب بیاد. نکنید این رفت و برگشته چند تا حالت داره. و هر کدوم این حالت ها مثلا واس میتونه بشه یا نمیتونه بشه، تی سی پی میتونه بزنه یا نه، بعد که تی سی پی زاد درخواست ارسال کرد یا نه، درخواست که ارسال شد وب سرور درخواستو گرفته جواب نداده منتظر گذاشته میگه فعلا وایسا، این یه حالته جواب میده، این یه حالته جواب رسیده دست من کامل، اینم یه حالته. پس حالتهای مختلف داره. این حالت مختلف رو توی این ایونت هندلر با پراپرتی ریدی استیت میان مشخص میکنن. و وقتی که این ریدی استیت عوض میشه بچه‌ها اون ایونت هندلر صدا زده میشه. پس کی این تابع ما صدا زده میشه؟ موقعی که درخواست چی میشه؟ در حالتهای مختلفش پروگرس میکنه یا میره جلو. یعنی اول تی سی پی میزنه، موقعی که تی سی پی زد صدا زده میشه، موقعی که درخواست رسید به وب سرور صدا زده میشه، اینجوری. اوکیه؟ خب حالا استیتاش چند تاست بچه ها؟ 5 تا استیت داره. 0, 1, 2, 3, 4. ما فعلا با 4 کار داریم. 4 یعنی چی؟ یعنی جواب اومده رسیده به من، من جواب دستمه، تموم شد دیگه، وب سرور کاری باید ندارم. پس ما باها 4ش کار داریم بچه ها. این استیت های دیگه شو زیاد کار نه، یعنی من شاید بگم تو 10 سال اخیر نه 3, 2, 1, 0 هیچ کدوم کار نکرد. یعنی چه تو اکسپلویت هم این همه هم باگ باونتی کار کردم، این همه بنتز، همش با 4 کار داریم. اوکی حالا دوست داشتید میتونید بخونید ها، ولی میگم بریم رو 4. 4 یعنی جواب درخواست ارسال شد، جواب اومد، جواب دست منه، تو مشتمه، خلاص. خب این چیه یاشار که تو اومدی ایونت هندلر رو مساوی تابع گرفتی؟ بابا این چیه بچه ها؟ ما به این کانسپت میگیم کال بک فانکشن. اوکیه؟ کال بک فانکشن تو جاوا اسکریپت خیلی استفاده میشه. دوست داشتم اینجا بهتون بگمش. Intent to be executed after a specific task or event. پس چیه کال بک فانکشن؟ موقعی که یه تسکی انجام میشه یا یه ایونتی انجام میشه اون کال بک فانکشن صدا زده میشه. و این خاصیت unready state change، میگه آقا تو به من کال بک فانکشن بده، منم میگم چشمت میدم. و بچه یه چیزی بگم، نگران این مفاهیمش نباشید. این کده همین الان، همین کدی که براتون نوشتم میتونید کپی پیست کنید همیشه تا آخر دوره که هیچ، تا خیلی وقت بعدم ازش استفاده کنید. و ولی علمیش هم دوست دارم یاد بگیرید دیگه، چشاتون رو نبندید استفاده کنید. ببینید چاره چیه، این چرا مساوی فانکشنه، اینا هم یاد بگیرید. اوکی؟ بعد میخوام بگم اگه یه موقع الان یه جایش براتون یکم گنگه خودتون رو نبازید، طبیعیه. خب پس من اینجا unready state change رو برابر یک callback فانکشنی گرفتم و میخوام تابع رو تعریف کنم و وقتی استیت عوض میشه این تابع کار میشه. میریم سراغ موقعی که استیت عوض شد. گفتیم یه پراپرتی وجود داره بچه ها توی object XHR به نام ready state. این از 0 میره تا 4 وقتی ما درخواست رو میزنیم. 0, 1, 2, 3, 4.
من ایفم که یاد گرفتین دیگه، میگم وقتی 4 بود نیازت، یعنی بریم ادامه، اگه نبود ولش کن، استیت های دیگه به من مربوط نیست، تی سی پی زدی یا نزدی به من چه، من اگه درخواست جواب اومد منو بیدار کن، من کار دارم باد. پس اینجا استیت های دیگر میریزیم دور، 4 به معنی این که ریسپانس برسه به من، و وقتی رسید میریم مرحله بعدی، میگیم توی مرحله هم که کد اجرا شده، یعنی قسمت آخر کد، میگیم اگه استاتوسش که همون چیه بگید، استاتوس کدیه که بهتون توی HTTP گفتم، اگه 200 بود چیکار کن، ریسپانس رو برای من چاپ کن تو کنسول، اگم 200 نبود بنویس خطا دارم. پس یه بار دیگه اوورال کد رو نگاه میکنیم، این کد بچه ها کارش چیه، اصلا جز جز رو ولش کن کلی، یه درخواست میزنه، درخواست میره، جواب میاد، اگه استاتوس کد جواب 200 باشه برای من چاپش میکنه، اوکی، و از این خیلی استفاده میکنیم این قطعه زیاد. خب بعدم پستش هم بهتون میگم توی درس، یعنی همین گت پستش هم کار داریم. خب حالا این مفهوم اول، پس ارسال درخواست HTTP رفتیم توی کانسپت اول بود، فریمز کانسپت دوم. بچه ها فریم ها چی هن؟ که فکر کنم اینجوری شنیده آی فریم رو به گوشتون یه بار باید خورده باشه، اگه نخورده الان من بهتون میگم آی فریم چیه. تو امبد انادر ویب پیج ویدین ده کارنت ویب پیج، تموم شد، یعنی یه وبسایت دیگه رو بکنم توی وبسایت دیگه. یعنی چی؟ مثلا میگم رفتیم تو سایت www.academy، بعد لاگین پیج براتون لود شده، یوزرنیم پسوردتون رو بزنید لاگین کنید، اون پایین سایت مموریلیکس هم لود شده، یعنی توی www.academy مموریلیکس لود شده که یه تایپو دارم، درست شد، و اینو ما بهش میگم آی فریم بچه ها. یعنی ما خواهیم یه سایت رو توی دل یه سایتی لود کنیم، و سینتکسش چجوری شد؟ اینجوری آی فریم انگل برکن آی فریم، سورس جایی، یعنی SRC جایی که میخواییم لود بشه، مثلا memory leaks، و عملیا براتون انجام میدم. ببینید آی فریم رو میبندیم، اینو تو هر وبسایتی بذاریم memory leaks توش لود میشه، تموش. و اینم از این بچه ها، و میرسیم سراغ آخرین مفهوم که یک مفهوم خیلی 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 مهمه، و معمولا اینجوری که بچه ها تا آخرین روز قوست سوال میپرسن راجع بهش از من، same origin policy. خب it is a fundamental security feature بچه ها، یک فیچر امنیتی خیلی خیلی مهم تو مرورگر هست، بهش میگن SOP یا same origin policy. یعنی در واقع شما چه برای پنتست، چه برای مصاحبه، چه برای نمیدونم بانتی که سر درست اصلا بحث نکنیم، همه جا نیاز دارید به این، بعد بدونید چیه، کی دور زده میشه، و این قسمت سمت کلاینت رو اتکاشو باید بلد باشید. و سیم آرژین پالیسی خیلی مفهوم مهمیه، اینجا بهتون یه تیکش رو میگم، یه تیکش هم که توی هفته دوم که اکسسس رو بهتون میگم اونجا کامل دیگه باید بریم بازش کنیم. بچه ها کلن چی کار میکنه؟ میگه آقا یه سری قوانین برای آریجین های مختلف وجود داره. آریجین چیه؟ آریجین اینه. What is origin؟ بچه آریجین چیه؟ آریجین میشه از این ستا ساخته میشه، اسکین، هاست و پورت. وقتی ما وبسایت رو باز میکنیم، مثلا من وریکس آکادمی رو باز میکنم، یک آریجین برای این وبسایت تعریف میشه، مرورگر خودش این آریجین رو تعریف میکنه. بچه ها دقت کنید چجوری میسازتش؟ اینجوری اسکین دو نقطه اسلش هاست دو نقطه پورت، اینجوری آریجین رو میسازه. اگه پورتش پورت دیفالت باشه یا پیشفرض باشه، خب دیگه پورت نمیذاره براش، اوکی. مثال رو دقت کنید، مثلا این دوتا URL بچه ها same origin نیستن، یعنی آریجیناشون یکسان نیست، چون یکیش پروتکلش HTTP یکیش HTTP است. این دوتا رو نگاه کنید، این دوتا هم same origin نیستن، چون یکیش پورتش پورت نداره، یکیش پورتش 80 داده. من چجوری آریجینامو پیدا کنم؟ وقتی یه وبسایت رو باز کردین کافی برین تو کنسول بزنین window.origin. چرا window رو خاکستری کردم؟ چون که میتونید فقط بزنید origin، اگه origin خالی هم بزنید براتون نشون داده میشه، که حالا عملی هم بهتون نشون میدم اینو.
و قانونش چیه. حالا این تعریفش بود، این قانون است که خیلی مهمه بچه. قانونش اینه، میگه یک آریجین نمیتونه به دیتای آریجین دیگه دسترسی داشته باشه، نه فقط دسترسی، حتی یعنی ادیت و دسترسی با هم. پس چی شد؟ پس یک آریجین نمیتونه به دیتا و داده یا ریسورس آریجین دیگه دسترسی داشته باشه و نمیتونه منیپولیتش کنه. منیپولیت به معنی دستکاری. پس توی این مثال آریجین سمت چپ نمیتونه به دیتای آریجین سمت راست دسترسی داشته باشه، نمیتونه ادیتش کنه، و برعکس آریجین سمت راست هم نمیتونه به آریجین سمت چپ، به دیتای آریجین سمت چپ دسترسی داشته باشه و چیکار کنه؟ بچه ها دستکاریش کنه. خب بعد بریم این اکشن، بچه ها بریم این اکشن چیکار کنیم؟ اول یه درخواست HTTP با هم بفرستیم، درسته؟ بعد عرضم به خدمتتون که بریم یه آیفریم، یه سایت رو آیفریم لود کنیم و سعی کنیم به اطلاعات توی آیفریم دسترسی پیدا کنیم. اوکی؟ یه تعریف دیگه آیفریم هم بهتون بگم. بچه دیدید مرورگرتون رو باز میکنید، مثلا یه تب دارین، بعد یه تب دیگه باز میکنید، یه سایت دیگه باز میکنید. این دوتا تبا اللحاظ بصری، یکیش تو اون تبه، یکیش تو این تبه، درسته؟ حالا فکر کنید این دوتا تبا رو بیارین یه جا نشون بدین، ببینیدشون، یعنی مثلا مرورگر بیاد دوتا رو بکنید تو هم نشونتون بده. خب هیچ فرقی با هم نداره، همونه. یعنی قوانینی که حاکم به تب هاست به آی فریم ها هم همون قانون حاکمه. خب بریم عملی. یوکوزو. خب بچه شروع کنیم، بریم تو سایت HTTPS. memoryleaks.ir و اینجا کنسولمون رو باز کنیم بچه ها اگه موافق باشید. و عرضم به خدمتتون که یه URL داریم مثلا اینجا، این از این. بعد بریم از ChatGPT کمک بگیریم بچه ها. I want to make a HTTP request by XML HTTP request and بچه ها fetch the response. میخوام ریسپانس هم بگیرم. بعد and print it in browser console. من میخوام توی بروزر اینو چاپ کنم. حالا برامون کدشو داره مینویسه بچه ها. و بریم کدشو ببینیم. خب اون بالاهاش که باشون کاری نداریم، اول آبجکت رو ساخته بچه ها. پس ما یه آبجکت رو میسازیم، درسته؟ بعد اومده گفته به جایی که میخوای درخواست بزنی مشخص کن. من میگم میخوام به اینجا درخواست بزنم بچه ها. نکنید توی تمرینایی که دارید میکنین وقتی وارد یه سایتی میشید، مثلا این سایت، به همون سایت درخواست بزنید اگه میشه. فعلا دوست داشتید به یه جای دیگه هم بزنید، نتیجه رو ببینید چی میشه. خب این از این بچه ها. اینو گفتم اوپن. بعد این درخواست رو ارسال میکنه، ولی قبلش که درخواست رو ارسال کنیم میگیم چیکار کن؟ unready state changes، بیا callback فانکشنمون تعریف کن. اگه ready stateش برابر 4 بود، یعنی که ریسپانس اومده بود، به من رسیده بود، و عرضم به خدمتتون که اگه status scoreش هم 200 بود، بیا چیکار کن؟ بیا xhr object xhr response.text‌شو برای من نشون بده. نکنید کنسول لاک کن، میتونم بگم alert کن اصلا، درسته؟ اینم alert. و اینجا هم تاب تعریف شد، یعنی callback تعریف شد. حالا کافی این درخواست ارسال کنیم. درخواست رو ارسال کردم بچه ها، request رفت به اینجا، درسته؟ جواب اومد. و وقتی که جواب اومد کانتنتش اینجا دارم میبینم که یه مش کد HTMLه. اوکیه؟ بعد اینجا میتونید ببینید تایتلشو منه، و اینجا هم اگه بریم تو این قسمت تایتل بچه چیه؟ منه. توی تب تایتل ببینم اینا، این منه وجود داره. اوکیه؟ میخوام بگم یعنی جای درستی درخواسته، این جواب درسته. اوکی؟ خب پس من با استفاده از این قطعه کد میتونم چیکار کنم؟ میتونم توی مرورگرم درخواست بزنم و ریسپانس رو ببینم.
حالا آریجین هم ببینم کجاست. تایپ میکنم آریجین، اینتر میزنم، تموم شد. آریجین هم اینجاست. https://memorylix.ir. آریجین این کجاست بچه ها؟ آریجین یکی چی میشه به نظرتون؟ این هم همونه، یعنی این مسیره تأثیری نداره تو آریجین و دوتاش یکیه بچه ها، نگوید آریجین هاشون. خب حالا یه فایل من اینجا دارم، یعنی گذاشتم تو مموری لیکس به نام iframe.html بچه ها. یه فایل گذاشتم اینجا و این یه وبسایته، همونجور که می نمیشه وبسایت، حالا ظاهرش چیز دیگه خیلی ساده است ولی وبسایته. توش یه iframe که گفتم مموری لیکس رو برام لود کن. نکنید بهتون گفتم iframe کارش چیه؟ یه وبسایت توی یه وبسایت لود میکنه. بریم با هم کدش رو ببینیم بچه ها. کدش اینه، نکنید iframe، یعنی این چی بهش میگن، ادامه رو فعلا ول کنید، اصلا نگاش نکنید. گفتم آقا یه iframe بذار و اینو برام لود کن، تموم شد. اوکیه، این برام لود کرده بچه ها. حالا در ادامه یه سری چیزا هم تعریف کردم، یه سری کد جاوا اسکریپت گذاشتم که دوست دارم ببینیم این کدهای جاوا اسکریپت چی هست بچه ها، با هم دیگه بررسیشون کنیم و کد مهمیه. اینجا این کدا میخواستم چیز باشه بچه ها. این iframe هست، این توی iframe هست، اینم این چیز هست، این URLی که باز کردم و آوردمش اینجا، چون اینجا چیز بود سینتکس هایلایتر نداشت سخت بود. خب بچه اینجا نگاه کنید، اومده اون گفته document dot، اومده خودم نوشتم document dot get element by id my iframe. این برای این چی بود؟ برای اینکه سلکت کنه تو دیوه، نکنید من برای اینکه بتونم این iframe رو سلکت کنم، نکنید سلکت شده، قشنگ نشونم میده. این تیکه کد رو گذاشتم این تا اینجا، بعد نوشتم add event listener، یعنی بیا به این یه event listener اضافه کن. من دارم تو DOM دست میبرم، گرفتین چی شد؟ یعنی دارم با این کد جاوا اسکریپت DOM رو دستکاری میکنم. گفتیم اصلا DOM برای چی بود؟ برای اینکه من بتونم دیتا بخونم یا دستکاری کنم دیگه. و من اومدم این کار رو انجام دادم، گفتم یه event listener اضافه کن به این iframe. ایونت لیسنر لود، بچه ایونت لیسنر لود چیکار میکنه؟ وقتی که این سایت داخل iframe لود بشه، لودینگش تموم بشه، کال بک فانکشن ران میشه که اینه. اوکیه، عمدن کال بک فانکشن آوردم، یعنی هم تو اسلاید آوردمش هم اینجا آوردمش که تمرین بشه براتون، درست شد؟ پس اینجا گفتم چی؟ گفتم یه ایونت لیسنر اضافه کن لود، وقتی که لود شد چیکار کن؟ بیا این کال بک فانکشن ران کن. حالا بریم تو کال بک فانکشن بچه، ببین چه اتفاقی میفته. گفتم یه وریبل تعریف کردم iframe document، این که هیچی. گفتم this.content document مساوی باشه یا برابر این باشه یا برابر این باشه. حالا این دوتا چی هن بچه ها؟ خب وقتی من تو یک تابه وارد میشم، تو یک تابه جاوا اسکریپت مثل این، دیس به همون آبجکت توی تابه اشاره میکنه، یعنی محتوای اون iframe که اینجا داره لود میشه تو این دیس است، درسته؟ و اینجا content.document چیه؟ اینه بچه. پس کلن بخوام بهتون بگم این خط خروجیش میشه چی؟ میشه آقا کد HTMLی که اینجا لود شده و اینو دیگه تو کداتون داشته باشید همیشه بچه ها، یعنی اینا هم سیف کنید این کدا رو، اولا که سعی کنید حتما برید خودتون اجرا کنید چه این چیزی رو، کدتون رو سیف کنید و اینو داشته باشید. پس اگه من بخوام محتوای یک iframe رو بگیرم، کافیه یا event listener بهش اضافه کنم که لود بشه، چون قبل اینکه لود بشه که نمیخوام محتواش رو بگیرم، هنوز لود نشده، بعد یه کال بک فانکشن بذارم، بعد محتواشو با این بردارم. حالا که محتواشو برداشتم دات تایتلش بچه ها میشه چی؟ میشه این. گفتم اینو برام استخراج کن، این خط 4 رو،
و گفتم کنسول داد لاک کن، برام چیکار کن؟ توی کنسول بنویسش. و اگه بریم به کنسول اینجا و من اینو رفرش کنم، نکنید چه اتفاق میفته؟ نکنید برام نوشتش. یعنی من رفتم از توی آی فریم چیکار کردم بچه ها؟ تایتل رو برداشتم و بردم. خب چرا چنین حقی داشتم بچه ها؟ چرا چنین حقی داشتم؟ به خاطر، یعنی آیا همیشه میتونم این کارو کنم؟ فقط در یه صورت میتونید این کارو انجام بدید بچه ها، در صورتی که same origin باشن، یعنی این تو با این بالا آریجینا یکی باشه. آیا یکیه یا نه؟ شما به من بگید. آریجین این چی میشه؟ خودشه. آریجین این چی میشه؟ بریم ببینیم. همینه. پس این شد آریجین اول. این هم میشه آریجین دوم. یعنی آریجین اول وبسایت، آریجین دوم آی فریم است. پس این دوتا سیم آریجین هست. یعنی آریجیناشون یکسانه. برای همین میبینید که اینجا چی شده؟ وقتی من این وبسایت رو لود میکنم، رفرش میکنم، میره محتوای به محتوای آی فریم دسترسی داره. حالا میخوام این کدو برداریم با هم بیاریم کجا بچه ها؟ یه چیز بسازم به نام iframe.html، این کدو اینجا پیست کنم، بعد یه وب سرور بیارم بالا، http سرور پورت مثلا 8000 فرضاً، و بریم این کدو با هم دیگه رو لوکال هاستم اجرا کنیم. iframe.html و اینو انجام بدم. حالا اگه دقت کنید، آریجین من اینجا لوکال هاست 2.8000، ولی آریجین آی فریمی که داخله چیه؟ مموری لیکسه. پس من دو تا آریجین مختلف دارم. پس طبق سیم آریجین پالیسی من نباید بتونم محتوا رو ببینم. ببینیم. میریم اینجا، میریم تو کنسول و خطا رو خوب دقت کنید. Permission denied to access property document on cross origin object. میگه حق نداری دسترسی داشته باشی. در صورتی که همین فایل رو اومدم اینجا اجرا کردم دسترسی داشتم. این مفهوم سیم آرجین پالیسیه که یک مفهومیه که تو مرورگر وجود داره و میگه شما در صورتی میتونی به ریسورس مثلا یه قسمت دسترسی داشته باشی که سیم آرجین باشی. خب فعلا با این بمونید بچه ها تا ایشالله، یعنی دیگه بازش نمی کنم جلسه بعد براتون ها، تا تو هفته دوم اوسب اونجا دیگه کاملا شیرجه میزنیم تو مبحث. دمتون گرم، خدا نگهدار.